اگر 50% اصلاح رنگ به این قسمت مربوط بشه، 50% دیگهش به نحوه برداشت و در واقع اسکوپ خوندن شما مربوط میشه. ما توی کالر 4 تا اسکوپ داریم. شما از بالا اگر بخوام شروع بکنم، یک ویف فرم دارید که همینجا داریم میبینیمش. توی ویف فرم ما چند قسمت مختلف داریم. به طور مثال میتونیم RGB رو کنار هم ببینیم، میتونیم RGB رو جدا ببینیم، میتونیم لومیننس یا همون تیرگی و روشنی ها رو ببینیم، میتونیم کرومیننس یا همون رنگ رو ببینیم. اینجا چون هیچی نداریم خب طبیعتا صفره. و میتونیم YCBCR رو ببینیم، در واقع همون سیگنال آنالوگ که شما ممکنه به عنوان YUV هم باش آشنا شده باشید. قسمت بعدی ما که این اسکوپ ما هست، در واقع وکتور اسکوپ ما، در مورد سیاهی و سفیدی تصویر به شما هیچ اطلاعاتی نمیده. به طور مثال من اگر بیام الان روی تصویر سیاه و سفید، شما میبینید که یه نقطه کوچولو این وسط میبینم. هیچ اطلاعاتی در مورد سیاهی و سفیدی من ندارم. اما اگر تصویر من رنگ داشته باشه، اطلاعات رنگی به من میده که چقدر من پراکندگی نقاط آبی دارم، چقدر پراکندگی نقاط ماژنتا دارم، قرمز، زرد، گرین و سایان، همین 6 تا رنگی که ما در واقع اینجا الان داریم. از این اسکوپ شما استفاده های بسیار مهمی میتونید بکنید که حالا توی قسمت های بعدی با هم میبینیم. اسکوپ بعدی که ما میخواییم با هم در موردش صحبت بکنیم 3D Color Space. 3D Color Space شما پراکندگی رنگ های شما رو توی یک مخروط، در واقع توی یک مکعب رنگی به شما نشون میدن. ما اینجا چون تصویرمون خیلی سفیده، یعنی قسمت سفیدش زیاده، شما میبینید که روی سفیدی ما پراکندگی زیادی داریم، روی زردی، قرمزی. البته من اینجا میبینید شما زرد من با این زردی که داره تفاوت داره، علتش همون برادکست سیفه که ما توی قسمت قبل دیدیم. اگر من برادکست سیف رو آف بکنم، شما میبینید که رنگ هم کاملا میرسن بهشون، سایان، گرین که همون سبز و قرمزی هم ماجنتا و بلو. این نحوه پراکندگی RGB، یعنی در واقع ترکیب قرمز، آبی و سبز. ما یه نحوه دیگه دیدن داریم که HSL یا همون Hue Saturation Luminance، یعنی میزان شدت و عمق رنگ، خود رنگ و در واقع جای رنگ و روشنی و تیرگی اون. اینجا چون من رنگ هم همشون روشن هستن، رنگ تیره ندارم، همونطور که شما میبینید همشون به سمت سفیدی گرایش دارن، پایین مخروط به سمت سیاهیه. ما یه خورده پراکندگی توی قسمت آبی میبینیم، احتمالا به خاطر اینکه دور نوشته های من سیاهی وجود داره، باید یه خوردم سیاهی داشته باشیم، ولی خیلی کمه. شکل دیگه ما YCBCR، یه مخروط YCBCR به شما نشون میده. اگر رنگ های شما از این مخروط بیرون زده باشن، همونطور که شما میبینید قرمزی های من، زردی های من و سبز، یه مقدار از سبزی هام و یه مقدار از سایان هم از این مخروط بیرون زدن. البته مخروط هم نیست، تقریبا میشه گفت یه شیش گوش حجم داره، نمیدونم چی میشه گذاشت اسم این حجم رو. شما اگر بیاین توی ستاپ برادکست صفر رو آن بکنید، میبینید که این رنگ ها خیلی محدودتر میشن و داخل این قسم حجم قرار میگیرن. قسمت آخر IPTه که باز یه نوع ساختار دیگه رنگیه که از تیرگی به روشنی شروع میشه و رنگ های قرمز و ماجنتا و یلو، گرین و بلو شما هر کدوم یه گوشه ای از این رو اشغال کردن. معمولا شما توی کار روزمرهتون بیشتر با HSL و RGB سرکار دارید، هرچند که یه واقعیت رو باید خدمتون عرض بکنم، ما معمولا 80% کار کالر کورکتمون از طریق ویف فرم، بررسی کردن لومیننس و از طریق وکتورسکوپ انجام میشه. دوتا نمایه تصویری دیگه ما که 3D Color Space و هیستوگرام هستن استفاده کمتری دارن،
هرچند که هیستوگرام از 3D Color Space باز استفاده بیشتری داره. خب قسمت چهارم ما هیستوگرام، شاید این عنوان رو توی فتوشاپ دیده باشید. اگر با فتوشاپ زیاد کار کردید حتما دیدید. میتونید به صورت RGB رنگ هاتون رو ببینید، میتونید به صورت RG یا بی جدا ببینید، و لومیننس همونطور که گفتم تیرگی ها و روشنی ها. حالا چرا انقدر توی نرم افزار کالر یا اصلا هر رنگ، هر نرم افزار اصلاح رنگی انقدر تاکید شده روی لومیننس؟ همونطور که توی قسمت قبل گفتم کنتراست و روشنی و تیرگی برای ما خیلی مهمه. خب یه آشنایی کوچیکی با این اسکوپ ها پیدا کردیم، توی قسمت بعد میبینیم که چطور میشه ازشون استفاده بهتری کرد.